تا لحظاتی بعد بازی شمس و صرافان در فینال جام قهرمانان فوتبال هرات برگزار خواهد شد و مطمئنن که یک بازی فوق‌العاده و پرهیجان بیننده خواهیم بود. تیم داوری و بازیکنان دو تیم آماده هستند تا وارد میدان بشند. چهار داور خوب فوتبال هرات رو در تصویر مشاهده میکنید: عزیز احمد فیروزی، نبی‌الله رستمی، محمد نسیم حق‌بنا و جلیل احمد جامی. جام قهرمانان که بین 6 تیم برگزار شد در دو گروه 3 تیمی که در یک گروه صرافان، افغان زندجان، هیواد حضور داشتن و در یک گروه هم تیم فوتبال شمس، منتخب جوانان و منتخب ولسوالی شمتند. کادر داوری و آقای یوسفی مشکمشنری مسابقه را هم در تصویر مشاهده کردید. کاپیتان ها هم اضافه شدند، آماده هستند. کاپیتان تیم فوتبال شمس صلاح الدین احراری هست و در طرف مقابل هم تمیم عرب کاپیتان تیم فوتبال صرافان هست. داور توپ و میدان مشخص خواهد کرد. ترکیب دو تیم هم آماده هست. بله، ترکیب تیم فوتبال شمس رو در تصویر مشاهده می کنید. صلاح الدین احراری داخل دروازه هست، هارون شیخزاده، میرویس میرزاده، فیروز شریفی، وحید حسینی، وکیل سرور، صبور کریمی، عقیل امیری، جلیل احمد رحمانی، ادریس حسنزاده و نبی اسحاق‌زاده بر تیم فوتبال شمس وارد میدان شدند با چینش 4-4-2 و بازیکنان بسیار بسیار خوبی را داره تحت هدایت آقای علیرضا علیزاده، سرمربی تیم فوتبال شمس. در طرف مقابل فریدون رسولی داخل دروازه تیم فوتبال صرافان هست، ناصر حلیمی، تمیم عرب، فرهاد نورزی، تمیم شیخزاده، مرتضی کاتبی، ویس آزادانی، طارق محمدی، فهیم انوری، بصیر اسماعیلی و خالد بارکزی. 11 مرد آقای حمیدالله کریمی بر تیم فوتبال صرافان وارد میدان شدن با چینش 4-3-3 و باید ببینیم که کدام تیم میتونه امروز قهرمان بشه و جام قهرمانان هرات بالای سر ببره. تا لحظاتی بعد سوت آغاز این دیدار زده خواهد شد. شاید تشکری هم داشته باشم از حامیان این برنامه، از شرکت میکروگت، از هرات آیسکریم، از هری پولاد و انستیتیوت آموزشی افغان AIL که برنامه ما را اسپانسر کردند. و اینجا بازی آغاز خواهد شد. تیم فوتبال صرافان پشت توپ، و حالا سوت بازی زده میشه و فینال جام قهرمانان هرات آغاز میشه از همین لحظه. در ابتدا بازیکنان شمس با انگیزه و اعتماد به نفس بالا دارن حملات خود را ترتیب میدن روی دروازه صرافان. یک ارسال به سمت چپ میدان پشت مهاجم جرمه، این ضربه ای که زده میشه، توپ فرهاد نورزی مدافع صرافان برخورد کرد و راهی آوت شد. تمیم شیخزاده آتو پرتاب کرد، ضربه سری که زده میشه، بازیکنان صرافان و شمس درگیر هستند. اینجا خطا و اولین خطای ای بازی توسط آقای عزیز احمد فیروزی اعلان شد. در میان میدان بازیکنان شمس صاحب توپ هستند. هارون شیخزاده ارسال بلندی را انجام میده پشت محوطه جریمه، فرصت برای شمس گلو داخل محوطه جریمه و ضربه ای که میزنه و فریدون رسولی توپ در اختیار گرفت. ارسال بلند از رسولی پشت محوطه جریمه شمس، مدافعان تیم شمس به خوبی توپ دور کردند و اجازه کار داده نشد برای شاگردان حمیدالله کریمی. در میان میدان بازیکنان شمس دارن بهتر کار میکنن، نتونست
حرکت خود رو تکمیل بکنه. ادریس حسن‌زاده و توپ رو زدن. عقیل عمری، اصفر یار همتیمی، خالد بارکزی توپر گرفت، هنوز توپ بیرون نرفته، بازی در حال جریان هست. وکیل سرور و اینجا باز هم سوت آقای فیروزی به صدا در آمد. خطایی که اعلان میشه و توپ باید روی دروازه تیم صرافان ارسال بشه. از همین دقایق ابتدایی بازی فوق‌العاده پر هیجان در دنبال میشه. صبور کریمی پشت توپ هست. ببینیم چگونه ارسال خواهد کرد. فرصت بر شمس. توپی که ارسال میشه پشت محوطه جریمه. ارسال صبور کریمی جالب نبود و بازیکنان صرافان توپ رو برگشت دادند. ناصر حلیمی. پس برای یار همتیمی فهیم انوری. بازی متوقف و باز هم بازی به سود تیم شمس متوقف شده. این بار فیروز شریفی آمده و توپر گرفته و قرار هست ارسال بلندی رو انجام بده. شریفی توپر فرستاد پشت محوطه جریمه صرافان. بازیکنان صرافان به خوبی توپر برگشت شدن. هارون شیخزاده، پاس برای صبور کریمی. توپ ارسال شد به سمت راست میدان و بازیکنان شمس دست بردار نیستند و همچنان دارن حملات خود ادامه میدن. آقای علیرضا علیزاده چقدر عصبانی هست. سرمربی خوب و جوان تیم فوتبال شمس از باشگاه پامیر خداحافظی کرد و این فصل هدایت شمس کولا رو بر عهده گرفته. علیرضا علیزاده، تشویق های این مربی خوب فوتبال هرات رو در تصویر مشاهده کردید. بازیکنان صرافان در خط دفاع با فرهاد نورزی صاحب توپ هستن. توپ رسید برای تمیم شیخ زاده. اصلا که انجام میشه فیروز شریفی توپ به بیرون زد. پرتاب آوت بر تیم فوتبال صرافان خواهد بود. محمد نسیم حق بنا کمک دوم هست و در سمت راست میدان او رو در تصویر داریم. خالد بارکزی آمده تا اوت پرتاب بکنه. بازیکن خوب و با تجربه تیم صرافان در مقابل تیم ملی هم یک گل به ثمر رساند و بازیکن آماده ای است. اینجا برخورد و خطا، اولین کارت زرد نشان داده میشه برای عقیل امیری. اولین کارت زرد نصیب تیم شمس و عقیل امیری شد. خطایی که روی ویس آزادانی انجام شد و آقای عزیز احمد فیروزی مجبور شد تا دست به جیب بشه در همین ابتدای کارو کارت زرد بر عقیل امیری نشان بده. حالا یک فرصت خوب بر تیم فوتبال صرافان به دست آمده. صحبت هایی داشت عزیز احمد فیروزی با ادریس حسن‌زاده مهاجم خوب و گلزن باشگاه شمس. ناصر حلیمی پشت توپ ارسال های خوبی را انجام میده. معمولا ناصر حلیمی تجربه بازی در تیم ملی را هم داره. ارسال برخورد کرد توپ به نبی اسحاق زی و توپ برگشت شده شد. فرهاد نورزی توپ دور کرد. امیری با ضربه سر. در ادامه هم صبور کریمی. ادریس حسن‌زاده صاحب توپ هست. بین دو بازیکن پاس برای نبی اسحاق زی. هارون شیخ زاده توپ نرسید مجددا برای نبی اسحاق زی. عصبانی هم شد از پاسی که هارون شیخ زاده داد. اینجا یک بازیکن بین چهار بازیکن و پرچم کمک داور بالا رفت و باز هم خطا. چه بازی پر زد و خوردی رو شاهد هستیم. فوق‌العاده هست. ببینید تکرار رو با هم و خطایی که قاطعانه اعلان شد توسط عزیز احمد فیروزی. ببینیم این بار توپر کدام بازیکن ارسال خواهد کرد. ویس آزادانی هم حضور داره، مرکز خوب تیم
صرافان توپ رها کرد برای تمیم شیخزاده. از سمت راست شاگردان حمیدالله کریمی، شیخزاده توپ ارسال میکنه بلند، فرصت هست داخل محوطه جریمه و توپی که برگشت داده شد. مرتضی کاتیبی پاس به عقب، ناصر حلیمی، فرهاد نورزی توپ دور کرد. فرهاد اینجا نزدیک بود خالد بارکزی به توپ برسه اما از دروازه بیرون آمد. صلاح الدین احراری و توپ گرفت. صلاح الدین احراری تجربه حضور در تیم صرافان را هم داره و درون دروازه صرافان هم حضور داشته فصل گذشته و قهرمانی را هم تجربه کرد و آمد به تیم فوتبال شمس پیوست. نیمکت تیم صرافان و حمیدالله کریمی رو میبینید در تصویر. سرمربی جوان با انگیزه در مقابل تیم ملی هم خوب کار کرد و نشان داد که صرافان تیم خوبی است. بازیکنان خیلی خوبی را هم در اختیار داره حمیدالله کریمی برای حضور در رقابت‌های لیگ قهرمانان افغانستان داره تلاش میکنه. کریمی که تیم خودر ببره به لیگ قهرمانان و در کنار اتکو سرخوشان قرار بگیره. بازیکنان شمس توپ از دست دادن و فرهاد یک لحظه توپ دور کرد. در دو مرحله توپ رفته به سمت چپ میدان. مرتضی کاتیبی توپ را داد بر ناصر حلیمی، یک برخورد و باز هم خطا. حمیدالله کریمی از تصمیم داور عصبانی هست. تا این لحظه که بازی خیلی خوب دنبال شده و فوق‌العاده پر هیجان بوده این داور. کار سختی رو داره عزیز احمد فیروزی برای قضاوت فینال جام قهرمانان. یکی از داوران خوب شهر هرات هست آقای عزیز احمد فیروزی. بازیکنان تیم صرافان توپ پوشش دادن، ضمن اینکه یکی از بازیکنان روی زمین هست و احساس ناراحتی میکنه. ببینیم آقای فیروزی تیم طبی صرافان فرامه خانه یا خیر. صحنه رو ببینیم دوباره با هم. اینجا چه اتفاقی رخ داد؟ توپ به صورت بازیکن صرافان برخورد کرد و مزاحمتی به نظر نمی رسید که بازیکن شمس داشته باشه. به وضعیت بازیکن صرافان آقای فیروزی داور این دیدار توپ در اختیار داره و بازی رو مجدداً آغاز خواهد کرد. بازی مجدداً آغاز میشه. فریدون رسولی سنگربان تیم صرافان توپ در اختیار گرفت. بازی آغاز شد. فرهاد نورزی در خط دفاع، ارسال بلند او. خالد بارکزی توپ کنترل کرد. هارون شیخزاده با تکل خوب خود توپ راهی آوت ساخت اما پرتاب آوت به سود شمس اعلان میشه و بازی در حال جریان هست در میانه میدان.
ارسالی که انجام میشه از صبور کریمی اما خوب نبود. بازیکنان دو تیم درگیر هستند. مرتضی کاتبی توپر در اختیار داره. دو بازیکن به استقبال او رفتند. ارسالی که انجام شد و باز هم برخورد و این بار وکیل سرور مرتکب خطا شد. مجددا با هم ببینیم که چه اتفاقی افتاد. کاتبی حرکت کرد و اینجا هم خطایی که مرتکب شد صبور کریمی روی مرتضی کاتبی. بازی در حال جریان، پس در عمقی که فرستاده شد جالب نبود و توپر میرویس میرزاده پوشش داد. کنار خط درگیر هستن بازیکنان دو تیم. پرتاب اوت برای تیم صرافان به دست آمده. بصیر اسماعیلی عصبانی هست و اعتراض کرد به آقای عزیز احمد فیروزی. حساسیت بازی فوق العاده زیاد هست. ناصر حلیمی اوتو پرتاب خواهد کرد، رو به عقب کار میکنه. مرتضی کاتبی یک نفر از پیش روی برداشت، پاس برای ناصر حلیمی، ارسالی که انجام میشه، فرصت هست برای تیم فوتبال صرافان و از دروازه بیرون هم از صلاح الدین احراری و توپی که تبدیل به گل نشد. اولین موقعیت جدیه تیم صرافان که روی دروازه شمس انجام شد و چیزی نمانده بود قفل دروازه ها بشکنه. ارسال بلند میانه میدان، بازیکنان شمس با ضربه سر نبی اسحاق زی موفق تر. تیم صرافان اینجا ادریس حسنزاده یک توپگیری عالی، اما در ادامه صرافان بهتر کار کرد. حالا باز هم بازی متوقف شده و خطا به سود صرافان اعلام میشه. ادریس حسنزاده رو ببینید در تصویر، فریادهای او که داره اعتراض میکنه به جلیل احمد جامی، داور چهارم. جامی آقای فیروزی رو فرا میخونه و ببینیم چه تصمیمی گرفته. بازی آغاز شد. اینجا داره صحبت میکنه عزیز احمد فیروزی با سرمربی تیم شمس علیرضا علیزاده. این آقای علیرضا علیزاده هست که خیلی خوب تیم شمس رو آماده ساخته. در رقابت‌های لیگ برتر هرات هم صدرنشین هست. نیم فصل اول فوق‌العاده بود و بدون شکست بازی‌ها رو پشت سر گذاشت. اینجا باز هم برخورد، اما داور اعتقادی به خطا نداره. اما حالا دیگه سوت آقای فیروزی دمیده میشه و خطا اعلان شد. کنترل این بازی هم بسیار بسیار دشوار هست. ببینیم که عزیز احمد فیروزی از پس قضاوت این دیدار برخواهد آمد یا خیر. مرتضی کاتبی توپ برد به سمت چپ میدان، نتونست توپ کنترل بکنه. ناصر حلیمی و بازیکنان شمس توپ دور کردن و اینجا فریدون رسولی به توپ رسید. تمیم عرب ارسال بلند او به سمت چپ میدان، یک فرصت خوب برای صرافان بعد توپ ارسال بکنن روی دروازه. ببینیم موفق خواهند شد یا خیر. به نظر که توپ بیرون رفته و بله، ضربه دروازه برای شمس به دست آمد و آغازگر بازی صلاح الدین احراری خواهد بود. این چهره حمیدالله کریمی و علیرضا علیزاده در یک قاب، دو سرمربی جوان لایق و خوب فوتبال هرات. حمیدالله کریمی تا فصل گذشته بر تیم فوتبال اتک بازی میکرد. تجربه حضور در تیم ملی افغانستان را هم داره حمیدالله کریمی و مهاجم گلزن و بانامونشانی بود و حالا در عرصه مربیگری قوقا با پا کرد و تیم صرافان آماده ساخته تا در قدم نخست
قهرمان جام قهرمانان بشه و در قدم دوم هم بتونه تیم خودت به لیگ قهرمانان افغانستان ببره. بازی متوقف هست. زد و خوردها لحظه به لحظه بیشتر و بیشتر میشه. صرافان 0، شمس 0. برخوردی که انجام شد و خطا به سود شمس اعلان شد. حالا فیروز شریفی، ارسال بلند، بازیکنان شمس توپ در اختیار دارن. یک پاس در عمق که ادریس حسنزاده حرکت نکرد و تمیم شیخ زاده بلند توپ فرستاد. خالد بارکزی بازیکن پرسرعت و گلزنی است. خالد بارکزی یک ضربه محکم از میرویس میرزاده که توپ دور کرد. ادریس حسنزاده درگیر هست با تمیم شیخ زاده. بازیکنان شمس بهتر دارن کار میکنن. اینجا فرصت ارسالی که انجام میده وکیل سرور و توپ به خوبی حفظ کردن تا به این لحظه بازیکنان شمس. تمیم عرب کنار خط، توپ فرستاد برای یار همتیمی و پرتاب آوت برای صرافان به دست آمده. حضور پر جم و جوش هواداران فوتبال رو ببینید در استادیوم هرات. ناصر حلیمی توپ گرفته و قرار اوت پرتاب بشه برای صرافان. پرتاب بلند، ضربه سر از بازیکن شمس. یک برخورد و خطایی که اعلان شد به سود شمس و تو بعد ارسال بشه روی دروازه صرافان. نبی اسحاق زی روی زمین افتاد در این صحنه و هم ببینیم مهاجم خوب و گلزنی است نبی اسحاق زی که بازوبند کاپیتانی رو هم به بازوی خود بسته. سالها برای تیم فوتبال طوفان هریرود به میدان رفته نبی اسحاق زی و حالا در این فصل به جمع تیم سرخپوش شمس و دست. اینجا فرصت هست داخل محوطه جریمه، دو بازیکن نقش بر زمین شدن و اینجا خالد بارکزی توپر در اختیار داشت. پاس برای مرتضی کاتبی، یک بازیکن خوب است پیش روی برداشت و خطا هم اعلان شد. میرویس میرزاده مرتکب خطا شد روی مرتضی کاتبی. ببینیم دوباره تصویر، یک نفر خیلی خوب است پیش روی برداشت کاتبی و اینجا دیگه میرویس میرزاده مجبور شد با خطا او را متوقف بسازه. فرهاد نورزی پاش توپ هست، ارسال بلندی که انجام میشه در میانه میدان. یک برخورد و باز هم خطا. ببینیم آقای عزیز احمد فیروزی دست به جیب خواهد شد برای دومین بار یا خیر. فکر کنم تصمیمی برای کارت دادن نداره. مجددا ببینیم اینجا برخوردی که انجام شد و نبی اسحاق زی باز هم نقشه بر زمین هست. یک طرف ویس آزادانی، یک طرف نبی اسحاق زی. هر دو بازیکن بازیکنهای خیلی خوب و تاثیرگذاری بودن برای تیم خود تا اینجای کار. امیدوارم مشکل خاصی پیش نشه برای این دو بازیکن خوب و حضور ویس آزادانی و نبی اسحاق زی میتونه این بازی رو جذاب‌تر بسازه. رئیس داره صحبت میکنه با عزیز احمد فیروزی. به وضعیت نبی اسحاق زی رسیدگی میشه و امید که تا لحظاتی بعد بتونه دوباره برای شمس بازی بکنه و مشکلی برای پیش نشه. تشویق هواداران عالی هست در ورزشگاه شهر هرات.
پیروز شریفی بازی را آغاز خواهد کرد. مدافع تیم شمس شوت داور زده شد، ارسال بلند و توپی که به بیرون رفت. آغازگر بازی فریدون رسولی است. افتتاح نورافکن های هرات قوقا به پا کرده در این شهر و نیمه دوم بازی شمس و صرافان هم زیر نورهای لایت های ورزشگاه هرات برگزار خواهد شد. یک برخورد و خطا، این تصویر هواداران خردسالی هست که به ورزشگاه حضور یافتند و دارن بازی را از نزدیک مشاهده میکنند. تمیم شیخ زاده بازی را آغاز خواهد کرد. صرافان 0 شمس 0. ارسال بلند از کاپیتان صرافان، ضربه ای که زده میشه و توپ راهی کارنر شد. فرصت برای صرافان، ببینیم از این کارنر چگونه استفاده خواهند کرد. آیا میتونن دروازه شمس رو باز بکنن یا خیر؟ باز هم تصویر زیبایی از مردم شهر هرات که ورزشگاه حضور یافتند و بازی رو دارن از نزدیک تماشا میکنند. ستودنی است حضور مردم در استادیوم ورزشی شهر هرات. ناصر حلیمی پشت توپ، اینجا برخورد، داور هنوز اجازه بازی رو نداده و فکر کنم قرار صحبت بکنه با بازیکن صرافان. تمیم عرب و نبی اسحاق زیر فراخواند. آقای عزیز احمد فیروزی کوتاه کار شد کارنر اما بی ثمر و این هم ضربه بلندی که تو دور شد. تمیم شیخ زاده، یک بازیکن اسمش رو برداشت، دو تا از بازیکنان شمس روی زمین افتادند، یکی نبی اسحاق زاده کاپیتان تیم شمس هست و داور هم بازی رو متوقف ساخته تا به وضعیت این دو بازیکن رسیدگی بشه. اینجا ببینیم چه اتفاقی رخ داد. یک برخورد کوچکی داشت بازیکن صرافان با بازیکن شمس. میرویس میرزاده و هارون شیخزاده دارن با داور این دیدار صحبت میکنن. صلاح الدین احراری سنگربان تیم فوتبال شمس هم اعتراض میکنه و از داور میخواد تا توجه بیشتری داشته باشه. جذاب بوده اما هنوز دو تیم نتانستند دروازه یکدیگر باز بسازند. تو به بیرون رفت و پس اشتباه فیروز شریفی منجر شد تا پرتاب اوتبالی تیم صرافان به دست بیه. بازیکن صرافان فهیم انوری پاسی که فرستاده شد و باز هم تو به بیرون رفته. ناصر حلیمی اوتو پرتاب خواهد کرد. میرزاده بچه به ارسال بکنه، ارسال بلند تو دور شد توسط تمیم شیخ زاده. دو تیم در رقابت های جام قهرمانان فوتبال هرات فوق العاده کار کردند. باز هم
نمای دو هوادار خردسال رو میبینید که در تیم فوتبال صرافان در مقابل افغان زندجان و هیواد به میدان رفت در رقابت‌های جام قهرمانان هرات. تیم افغان زندجان را با نتیجه پرگل 8-1 شکست داد و از صد تیم هیواد هم با نتیجه 4-0 گذشت. در طرف مقابل تیم شمس هم کم نیاورد و در مقابل منتخب ولسوالی شندن با نتیجه 6-0 به پیروزی رسید و منتخب جوانان هرات را هم با نتیجه 2-0 شکست داد و حالا تقابل دو تیم به در فینال جام قهرمانان هرات شاهد هستیم. حریفان خود را با اقتدار شکست دادن و با نتایج پرگل هم تیم شمس و هم تیم صرافان، اما در این دیدار تا هنوز قفل دروازه ها نشکسته و توپی از خط دروازه ها عبور نکرده. بازی متوقف. فیروز شریفی ارسال بلند داخل محوطه جریمه، ضربه سری که زده میشه و فریدون رسولی توپ گرفت. سری بازی آغاز میشه. ناصر حلیمی پاس کوتاه برای فهیم انوری، درگیر هست کنار خط بین دو بازیکن، توپ هنوز دور نشده بازیکن شمس و حالا توپی که به بیرون میره و ضربه دروازه برای صرافان اعلان شد و رسولی بازی را آغاز خواهد کرد. جای داره تشکر کنم از حامیان این برنامه، از شرکت میکروگیت، از شرکت هرات آیس کریم، از شرکت هری پولاد و انستیتوت آموزشی افغان AIL که این دیدار رو حمایت کردند و ما هم به طور زنده بازی شمس و صرافان از طریق شبکه معراج و از فیسبوک رادیو تلویزیون معراج خدمتتان به پخش میرسانیم. بازیکنان شمس توپ از دست دادن و ناصر حلیمی یک توپ گیری عالی داشت. فهیم انوری اینجا نقشه بر زمین شد. خالد بارکزی و خطایی که اعلان شد. عقیل امیری یک کارت زرد هم گرفته اما باز هم داره اعتراض میکنه به داور. خیلی باید احتیاط بکنه امیری که اگه کارت زرد دوم رو دریافت بکنه کار برای شمس سخت خواهد شد. نیمکت ذخیره های تیم صرافان رو هم در تصویر مشاهده کردید. صبور کریمی، عقیل امیری پاس او اشتباه بود و نرسید برای یار همتیمی خالد بارکزی و اینجا نقشه بر زمین شد و خطایی که اعلان شد. صلاح الدین احراری بازی را آغاز خواهد کرد. ضربه سر تمیم عرب که توپ از کنار دروازه به بیرون رفت. فیروز شریفی در کنار صلاح الدین احراری هست. پاس داد احراری برای شریفی، ارسال بلند به میانه میدان، ضربه سر از نبی اسحاق زی. بازیکنان صرافان توپ دور کردند. اینجا شریفی توپ خوب کنترل کرد و حالا ضربه بلند او که توپ به بیرون میزنه و پرتاب اوت برای صرافان به دست آمده. تمیم شیخ زاده سریع اوت پرتاب کرد. مرتضی کاتیبی پاس اون نرسید به مقصد و مجددا پرتاب اوت برای صرافان به دست آمده. شیخ زاده اوت پرتاب کرد، برخوردی که انجام شد، دو بازیکن روی زمین هستند، داور اعتقادی به خطا نداره. نبی اسحاق زی هم نقشه بر زمین شد. فهیم انوری و صبور کریمی از درد به خود میپیچن و داور میره تا به وضعیت این دو بازیکن رسیدگی بکنه. فهیم انوری رو میبینید که حالت خیلی بدی رو داره. خالد بارکزی رفته و به وضعیت او رسیدگی میکنه. تکرار صحنه رو با هم ببینیم که چه اتفاقی رخ داد. فهیم انوری و اینجا برخوردی بود که
انجام شد با صبور کریمی، در ادامه هم نبی اسحاق زی نقش برزمین شد. فهیم انوری آرام آرام از جای خود بلند میشه و به بازی ادامه داده میتانه. فیروز شریفی هم معترض هست به داور. هارون شیخزاده هم صحبت میکنه. و بازی آغاز خواهد شد. شریفی پشت توپ. ارسال از میانه میدان. داخل محوطه جریمه. فرهاد نورزی خیلی خوب توپ دور کرد. هارون شیخزاده پاس به عقب. توپ رسید برای صلاح الدین احراری. فیروز شریفی ارسال بلند او. پشت محوطه جریمه. تمیم شیخزاده توپ دور کرد. بازیکنان شمس هر چه تلاش کردند که دروازه صرافان باز بکنند تا به لحظه موفق نبودند و ببینیم در ادامه کدام تیم موفق خواهد شد تا گل بزنه. بازی فینال هست. به هر حال یک تیم پیروز از میدان بیرون خواهد رفت و حتی اگه شاهد گلی هم نباشیم ضربات پنالتی قهرمان جام قهرمانان رو مشخص خواهد کرد. نبی اسحاق زی کاپیتان تیم شمس بازیکنان خود رو دور می‌سازه تا اعتراض نکنن برای داور. خود او داره صحبت میکنه با عزیز احمد فیروزی داور این دیدار. انگار فایده ای نداره صحبت های نبی اسحاق زی با آقای فیروزی. و ناصر حلیمی پشت توپ و باید ارسال انجام بده روی دروازه تیم شمس. از سمت چپ میدان ببینیم ارسال چگونه خواهد بود. داخل محوطه جریمه توپر خوب دور کرد تمیم شیخزاده. بازی باز هم متوقف شده. بازیکنان شمس معترض هستند به آقای عزیز احمد فیروزی. عقیل امیری داره صحبت میکنه با آقای فیروزی. عرض کردم که خیلی باید احتیاط بکنه عقیل امیری چون یک کارت زرد دریافت کرد و در ایدیدار تا به این لحظه فقط یک بار عزیز احمد فیروزی کارت زرد از جیب خود بیرون آورده و او هم نصیب عقیل امیری شده. این هم هواداران حاضر در استادیوم ورزشی هرات. یک برخورد و باز هم خطا. هواداران رو میبینید در تصویر، حضور پر جمع و جوش و اینجا هم برخوردی که انجام شد و داور بازی به صحنه نزدیک بود و خطا را اعلان کرد. تمیم شیخزاده پشت توپ. ارسال بلند داخل محوطه جریمه. بازیکنان تیم شمس یک لحظه نزدیک بود اشتباه بکنن و بازی به سود تیم شمس متوقف شده. فیروز شریفی بازی را آغاز خواهد کرد. ارسال بلند از شریفی پشت محوطه جریمه صرافان. کاپیتان صرافان موفق تر تمیم شیخزاده و پرتابوت گرفت. بلند توپ توسط عقیل امیری مجدداً راهی آوت شد. شیخزاده آوت بلند پرتاب کرد. این بار
آوت بر تیم شمس به دست آمده. هارون شیخزاده آوت پرتاب کرد، ضربه سر از تمیم شیخزاده. بازیکن شمس یک فرصت پشت محوطه جریمه، ببینیم چی کار خواهند کرد. عقیل امیری توپ از دست داد، زده حمله آیا برای تیم صرافان شکل خواهد گرفت یا خیر. ویس آزادانی توپ بلند فرستاد، خالد بارگزی به دنبال توپ هست. پوشش خوب از وحید حسینی مدافع تیم شمس، نقشه بر زمین هم شد. وحید حسینی مجدداً ببینیم با هم چه اتفاقی رخ داد اینجا. دست خالد بارگزی به بدن وحید حسینی برخورد کرد و داور هم خطا را اعلام کرده. ارسال توپ به میانه میدان، صبور کریمی توپ به بیرون زد و پرتاب بر صرافان به دست آمده. ناصر حلیمی پرتاب بلند، فرصت برای تیم صرافان، اما قبل از او آقای عزیز احمد فیروزی بازی متوقف ساخته. فیروز شریفی باز هم توپ فرستاد پشت محوطه جریمه صرافان، اما ثمری نداشت. مهاجمان خوب و گلزنی داره تیم شمس، اما تا به این لحظه نتونستند دروازه صرافان رو باز بکنن. فقط یک گل میتونه جذابیت و هیجان ایدی داره چند برابر بسازه. هارون شیخزاده اوتو پرتاب کرد، بازیکنان شمس پشت محوطه جریمه صرافان، توپ از دست داد صبور کریمی. حالا باید زده همه شکل بگیره برای صرافان. این پاس بعد از ویس آزادانی که فرصت از دست رفت برای صرافان. دو تیم باید قدر فرصت‌های خود را بدانن و به این آسانی توپ را از دست ندن. در میان میدان این هم برخوردی که انجام شد و طارق محمدی بسیار بسیار عصبانی است. آقای عزیز احمد فیروزی دست به جیب شد. خالد بارگزی داره صحبت میکنه با عزیز احمد فیروزی، تصمیم او قاطعانه هست و طارق محمدی کارت زرد گرفت.